در برنامه امشب تلویزیون آشنا صدای آمریکا. رجب طیب اردوغان با وعده های تقویت اقتصاد ترکیه دور تازه ریاست جمهوری را با صلاحیت های بیشتر آغاز می کند. 30% زندانیان سراسر افغانستان قاچاقچیان مواد مخدر هستند. و افزایش شمار گردشگران داخلی از ولایت بامیان. بیننده‌های عزیز با سلام و وقت بخیر، خدمت شما خوبان. یلدا بکتاش هستم و برنامه امروز دوشنبه 25 ماه جون 2018 خوش آمدید. برنامه امروز در فیسبوک دری صدای آمریکا نیز به گونه مستقیم نشر می‌گردد. امید است با تازه ترین اخبار و رویدادهای جهان که برای شما تهیه نموده‌ایم تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. رجب طیب اردوغان با کسب نزدیک به 53% آرا در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه روز یکشنبه بار دیگر به عنوان رئیس جمهور آن کشور انتخاب گردید. با پیروزی در این انتخابات آقای اردوغان صلاحیت های جدیدی را که سال گذشته تا یک همه پرسی تایید شده بود در اختیار خواهد داشت. موضوعات مرتبط به انتخابات ترکیه را همکارم سید عزیز الرحمن که همکنون در اتاق مرکزی خبر صدای آمریکا حضور دارند دنبال کرده. سلام عزیز جان، صلاحیت های اردوغان شامل چی بخش های میشه؟ تشکر خانم بکتاش. پاسخ سوال شما باز هم برمیگرده به موهم پرسی سال گذشته که این پرسی در قدم اول نظام دولتی ترکیه را تغییر داد و پس از این یعنی مقام صدارت عظما در ترکیه وجود نخواهد داشت. باز با این رفتن مقام صدارت، صلاحیت های اجرایی به رئیس جمهوری ترکیه انتقال یافته که بر اساس آن رئیس جمهور مستقیما صلاحیت انتخاب معاونین خود را، وزرای کابینه و تعداد از قضات را خواهد داشت. بر اساس سیستم جدید رئیس جمهور همچنان صلاحیت اعلام حالت اضطرار، تعیین بودجه و اتخاذ تصامیم در مورد پالیسی های امنیتی را خواهد داشت. همچنان رجب طیب اردوغان گفته که پیام مردم خود را از صندوق های رایدهی دریافت کرده و اضافه کرده که پیشبرد اجندای سیاسی خود را سریعتر خواهد ساخت. بورد انتخاباتی ترکیه اعلام کرد که رجب طیب اردوغان نزدیک به 53% آرا را به دست آورد و به حیث رئیس جمهوری منتخب آن کشور برگزیده شد. آقای اردوغان که 64 سال عمر دارد در بیانیه پس از اعلام پیروزیش چنین گفت: این ملت که با داستان خالی جلوی کودتاچیان، تانک ها، توپ ها، تیاره ها، هلیکوپتر ها و سلاح را گرفت، توانست امروز آینده و آزادی خود را حفظ کند. ترکیه پس از این به آینده خود با اطمینان بیشتر خواهد نگریست. رجب طیب اردوغان همچنان گفت که پیشبرد اجندای سیاسی خود را سریعتر خواهد ساخت. رئیس جمهور منتخب ترکیه اضافه کرد که مبارزه در برابر دشمنان تروریست کشورش و عملیات نظامی به خاطر آزاد ساختن سوریه ادامه خواهد داشت. با پیروزی در این انتخابات اردوغان حال صلاحیت های جدیدی را که سال گذشته طی یک همپرسی تایید شده بود در اختیار خواهد داشت. در صلاحیت های جدید انتخاب یک یا دو معاون ریاست جمهوری، انتخاب وزرا، قضات، اعلام حالت اضطرار و تعداد از امورات دیگر کشور شامل اختیارات رئیس جمهور خواهد بود. در کنار افزایش صلاحیت های رئیس جمهور، سیستم دولتی ترکیه نیز به یک سیستم ریاستی مبدل شده و کرسی صدارت عظما دیگر وجود نخواهد داشت. تا حال ما می دیدیم که همه چیز در کشور چگونه به پیش می رود. من در مورد سیستم ریاستی معلومات ندارم، اما کسانی را ترجیح دادم که در حکومت هستند. ما سیستم ریاستی را قبلا تجربه نکرده ایم، اما به خاطر منافع کشور خود ما خواستار پیروزی اردوغان بودیم. توقع ما از ابتدا واضح بود. این واضح بود که آقای اردوغان برنده خواهد شد. من از نتایج این انتخابات خرسندم. چیز دیگری برای گفتن ندارم. محرم اینچه رقیب اصلی اردوغان با وجود آنکه ابتدا مخالفتش را در برابر نتایج انتخابات ابراز داشت و آن را غیر عادلانه خوانده بود، اما بعداً شکستش را پذیرفت.
محرم اینچه تنها با کسب 31% آرا موفق شده است. تفاوت چشمگیر میان سنجش آرای اعلام شده از سوی شورای عالی انتخابات و آرایی که ما از سوی ماموران ما از مراکز رایدهی فرستاده شد وجود ندارد. بنابراین من نتایج انتخابات را میپذیرم. انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی که قرار بود سال آینده برگزار شود، همزمان قبل از وقت به روز یکشنبه برگزار شد. و قرار گزارش ها حزب حاکم اسلامگرای عدالت و توسعه آقای اردوغان حدود 43% آرا و حزب جمهوری خواه خلق 23% آرا را در انتخابات پارلمانی کسب کرده است. همچنان حزب دموکراتیک خلق که از حمایت کردها برخوردار است حدود 11% آرا را به دست آورده است. خب انتخاب مجدد رجب طیب اردوغان به حیث رئیس جمهوری ترکیه واکنش های جهانی را نیز در پی داشته است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه انتخاب آقای اردوغان را برایش تبریک گفته، اما وزرای خارجه تعداد از کشورهای اروپایی رئیس جمهوری ترکیه را یک شخص مقتدر توصیف کرده و گفتند که بهبود روابط انقره با اروپا به خود آقای اردوغان ربط دارد. حکومت سویدن گفته که باید با کاستی های دموکراسی ترکیه رسیدگی صورت گیرد و اضافه کرده که به خاطر این کار باید به رجب طیب اردوغان فرصت داده شود. در این حال باز تعداد از تحلیلگران اروپایی به این باورند که انتخاب آقای اردوغان در کاهش تنش میان انقره و غرب و به خصوص در بهبود روابط انقره با پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو کمک نخواهد کرد، اما اضافه میکنند که ممکن بعضی از پیشرفت ها در یک یا دو موردی که آن هم به نفع ترکیه باشد صورت خواهد گرفت. خانم بکتاش، تشکر از شما عزیز جان. جیم ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده در صدر هیئت به آسیا سفر کرد و اولین توقف وی در کشور چین خواهد بود. تلویزیون حکومتی چین به نقل از وزارت دفاع این کشور گفت که روابط سالم نظامی میان چین و ایالات متحده طبق علایق دو جانبه بوده و هدف سفر آقای ماتیس نیز صحبت روی کوشش دو جانبه در این امور ذکر شده است. آقای ماتیس در مسیر سفرش به چین با سوالات خبرنگاران درباره گفتگوهای صلح میان دولت افغانستان و طالبان نیز پاسخ داد. رئیس جمهور افغانستان مذاکره با طالبان را پیشنهاد کرد. پاسخ طالبان حدود یک ماه بعد از آن اعلام آمادگی آن گروه برای آغاز حملات بهاریشان بود. شروع خوبی نبود. غنی دوباره پیشنهاد آتش بس را مطرح کرد و آنها تنها یک آتش بس 3 روزه را پذیرفتند. غنی دوباره پیشنهاد تمدید آتش بس را مطرح کرد و آنها نپذیرفتند. اما دیدن این که در میان طالبان و افغان‌ها کسانی بودند که با هم عید را جشن گرفتند بسیار جالب بود، قابل توجه بود. واضحاً غنی به نقطه حساسی دست گذاشته است که نه تنها برای طرف‌های حاضر در حکومت افغانستان مهم است، بلکه برای طالبان نیز اهمیت دارد. این نخستین سفر آقای ماتیس به عنوان وزیر دفاع آمریکا به چین است و انتظار می‌رود که او بعد از ختم سفرش به چین، ژاپن و کره جنوبی نیز سفر کند. وزارت دفاع افغانستان می‌گوید که همکنون در 8 ولایت این کشور در برابر طالبانی که آتش بس را مراعات نکردند عملیات نظامی ادامه دارد. سخنگوی وزارت دفاع از ادامه این عملیات در برابر طالبان در ولایت‌های ننگرهار، غزنی، وردک، فراه، بادغیس، فاریاب، کندز و هلمند خبر داد و گفت که در 24 ساعت گذشته 10 عملیات مشترک و 16 عملیات هوایی در برابر طالبان و دیگر گروه‌ها صورت گرفته است. آقای رادمنش می‌گوید که بعد از ختم آتش بس جنگ در ولایات کاهش یافته است. آقای رادمنش بر ادامه عملیات بر ضد گروه داعش و القاعده تاکید می‌کند و می‌گوید که در حال حاضر در 4 ولسوالی ننگرهار و برخی از بخش‌های کنر و جوزجان گروه داعش فعالیت دارند و عملیات مشترک نیروهای افغانستان و ایالات متحده آمریکا در سرکوب آنان بسیار اثرگذار بوده است.
فعالین مدنی افغانستان و پاکستان در دور سوم نشست گروه فراتر از مرزها مرحله سوم در کابل شرکت کردند. نشست دور سوم این گروه دیروز یکشنبه در کابل دایر گردید و فعالین مدنی پاکستان که از یک روز قبل برای شرکت در این نشست به کابل آمدند میگویند برای تقویت روابط بین دو کشور هر دو کشور باید از سرزنش کردن یک دیگر دست بردارند. محمد شعیب صدل رئیس هیئت پاکستانی به صدای آمریکا گفت که در کنار تقویت روابط بین دولت‌ها، ارتقای سطح روابط بین ملت‌های این دو کشور نیز می‌تواند روابط بین دو کشور را بهبود بخشد. دیدارهای اول این گروه در کابل و اسلام‌آباد برگزار شده بود. ما پایمون به همه دنیایی که ما در زندگی میکنیم این است که باید در مبارزه علیه مواد مخدره، کیش، قاچاق و ترافیک ازی با مردم افغانستان کمک کنن، با دولت افغانستان، حکومت افغانستان کمک کنن تا مرض مالک خطرناک را در افغانستان در منطقه ریشه کن و خشکانده شود. حکومت افغانستان هشدار می‌دهد که افزایش کش، تولید و قاچاق مواد مخدر سبب بلند رفتن شمار معتادان شده است و این پدیده سلامت افغانستان را تهدید می‌کند. وزیر مبارزه علیه مواد مخدر می‌گوید که هم‌اکنون 3.6 میلیون افغان به مواد مخدر معتاد هستند. بر بنیاد آمارهای منتشر شده در سال 2017 کشت کوکنار 63% و تولید مواد مخدر 87% نسبت به سال 2016 افزایش یافته است. پارسال 328 هزار هکتار زمین در افغانستان کوکنار کشت شدند و در این سال بیش از 9 هزار تن تریاک تولید شده بود. افزایش نگران کننده ای که اینجا در مراسم آغاز هفته بسیج ملی علیه مواد مخدر از تبعات ویرانگران هشدار داده شد. افغانستان یکی از قربانیان اصلی مواد مخدر در جهان است که با تولید بیش از 80% تریاک در جهان 2.9% الی 3.6 میلیون انسان متاثر از مواد مخدر را به خود اختصاص داده که بر اساس تخمین فعلی حدود 11.1% از جمعیت کشور را شامل می شود. در این مراسم وزیران کابینه هر یک در محدوده کاریشان بر مبارزه با مواد مخدر تجدید تعهد کردند. رئیس اجرایی افغانستان ناامنی ها، فساد اداری و مشکلات اقتصادی اجتماعی را یکی از علت های کشت گسترده کوکنار و افزایش تجارت مواد مخدر یاد کرد. اگر مشکل امنیت کشور است، به ناامنی است، به بی‌ثباتی است، به این مسئله تعلق داره. اگر مشکل فساد گسترده است، مرتبط است به این و هم مشکلات عدیدی اجتماعی اقتصادی دیگری که بار آورده، همگیش ارتباط داره به مسئله مواد مخدر و قاچاق مواد مخدر و کشت مواد مخدر. با این حال در 6 ماه اخیر حکومت افغانستان 1688 عملیات علیه قاچاقبران مواد مخدر انجام داد که در نتیجه 1906 تن بازداشت شدند. در این مدت 1.5 تن هروین، 6.7 تن مورفین، 11.9 تن تریاک، 15.2 تن چرز، 23.4 تن مواد کیمیایی و 10 تن مشروبات الکلی کشف و ضبط شدند. در حدود 30% زندانیایی که در زندان افغانستان محبوس هستند مربوط قاچاقبرای مواد مخدر است. دیگر رقم تکان دهنده است، ولی چون پدیدن پدیده بسیار شوم و خطرناک است و تعداد زیاد از این باندا و گروپا متاسفانه که چون یک منبع بسیار قوی درآمد است و عاید است و اقتصاد نامشروع و غیر رسمی است و اقتصاد جرمی است متاسفانه هستند. این شبکه ها فعالیت میکنند، ولی ما هم تلاش خود ادامه میتیم تا اینا را دستگیر کنیم و به چنگال قانون بسپاریم، مورد پیگرد عدلی و قضایی قرار بگیریم. سازمان ملل متحد نیز افزایش کش، تولید و قاچاق مواد مخدر را در افغانستان نگران کننده میخواند. در سال 2017 میلادی 328 هزار هکتار زمین کوکنار کش شدند که در نتیجه به مقدار 9000 تن تریاک تولید شد. قیمت مجموعی آنها 6.6 میلیارد دلار تخمین زده شده است که این نمایندگی از 33% عاید داخلی افغانستان می کند.
با این حال حکومت افغانستان هشدار می‌دهد که همکاری کشورها در کار مبارزه با مواد مخدر اندک است و بازارهای آن گرم که مبارزه مشترک می‌طلبد. وزیر صحت عامه از افزایش ظرفیت‌ها برای درمان معتادان خبر داد و وزیر حج اوقاف از تلاش‌ها برای مبارزه با این پدیده از طریق منبرها. حکومت افغانستان می‌گوید که از هر آنچی که در توان دارد در مبارزه علیه مواد مخدر استفاده خواهد کرد. سید حسیب مودودی، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، کابل. امروز روز جهانی مبارزه با قاچاق مواد مخدر و مسکرات است. افغانستان بزرگترین تولید کننده تریاک جهان از سال 2002 بدین سو می باشد. جنرال آستن میلر، فرمانده نیروهای آمریکایی در افغانستان، در جلسه استماعی خیش در کانگرس آمریکا ریشه اصلی جنگ در افغانستان را مواد مخدر خواند. بر اساس آمارها، مواد مخدر بزرگترین مرجع تمویل طالبان و دیگر گروه‌های تندرو در افغانستان است و تاکنون کوشش‌های بین‌المللی در زمینه محو کشت کوکنار نیز به نتیجه قابل توجه نرسیده است. رابطه مستقیم میان تولید مواد مخدر و جنگ در افغانستان موضوع صحبت ما با مهمان این ساعت برنامه است. آقای مرید پرتاو، نماینده سابق افغانستان در فرماندهی مرکزی ایالات متحده، را از طریق اسکایپ از شهر تمپا ایالت فلوریدا با ما هستند. سلام آقای پرتاو، به برنامه خوش آمدین. از تشکر از شما و از همکاران محترمتان که فرصت مساعد کردید. تشکر از شما. آیا شما با نظر تحلیلگرانه که جنگ افغانستان را جنگ مواد مخدر میخوانند موافق هستین؟ بله، همانطور که در گزارش شما آمد، جنگ افغانستان متاسفانه روابط بسیار تنگاتنگ و مستقیم با کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر دارد و از سال 2001 از سال 2002 به این سو ببخشید افزایش مواد مخدر پیوسته در حال افزایش است در افغانستان و این اقتصاد جنگ بسیار بزرگ ساخته در طول یک و نیم دهه اخیر و ارتباط مستقیم با گروه های مافیایی و همکاری گروه های مافیایی با طالبان. بله، به نظر شما چرا جهان در طرح یک برنامه موفق محو کشت کوکنار در افغانستان تا کنون موفق نشده؟ ببینین، تلاش های صورت گرفت. در این جای شکی نیست که از سال 2002 به این طرف در تلاش های بسیار گسترده چی در عرصه ملی و بین المللی صورت گرفته در قسمت مبارزه با مواد مخدر در افغانستان و منطقه. و اما این تلاش ها ناکافی بوده به سبب این که یکی خب همی افزایش جنگ، تشدید جنگ در افغانستان و عوامل مختلف به این قسم داشته. به نظر من تشدید جنگ بعد از سالهای 2006 و 2007 که طالبان دوباره ظهور مجدد کردن باعث شد که مواد مخدر افزایش زیاد داشته. بله، اما برخی ها به این نظرن که تنها راه حل محو قاچاق مواد مخدر قانونی سازی کشت کوکنار و نظارت حکومت به او است. واکنش شما در این باره چی است؟ ببینید، یک راپور ما در این مورد هم خواندم هفته گذشته، اما او در جوامی که است که جوامی با ثبات باشه، جوامی که در حال جنگ نباشه. متاسفانه در افغانستان همچون راهکاری فکر نمی کنم که نتیجه بده، چون یک فعلا افغانستان دچار جنگ است و همین جنگ طوری که گفتم اقتصادی جنگ مربوط به مواد مخدر است. بنان مواد مخدر عامل اصلی شورش فعلی در افغانستان است که گروه های مافیایی با گروه های طالبا و دیگه گروه های تروریستی در این عرصه در همکاری هستند. بله، یک جان تشکر از شما آقای پرتاو از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه ما قرار دادین. وقتتان خوش. تشکر از شما. دلیل ناکامی تلاش ها برای محو تولید مواد مخدر با معذرت
دلیل ناکامی تلاش‌ها برای محو تولید مواد مخدر در افغانستان چیست؟ شما می توانید نظریات خود را در صفحه دری فیسبوک صدای آمریکا با ما شریک سازید. همکارم شماره نظریات شما را با ذکر نامتان در همین برنامه مرور خواهند کرد. اخبار افغانستان و جهان، تحولات سیاسی و فراتر از آن، تحلیل و بررسی رویدادها، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، منبع اخبار موثق و گزارش‌های جامعه. اعتراضات بر جداسازی اطفال از فامیل‌های مهاجرین غیرقانونی در سرحد بین آمریکا و مکزیکو در حال به عنوان یک موضوع قابل توجه در واشنگتن باقی مانده است که اعضای کنگره تلاش دیگری را در راستای اصلاحات قانون مهاجرتی این کشور روی دست گرفته است. شرح بیشتر را از همکارم نجیبه خلیل می‌شنویم. مقامات دولت فدرال ایالات متحده میگویند بیشتر از 500 کودک که به اساس پالیسی عدم تحمل رئیس جمهور ترامپ برای ورود غیرقانونی به ایالات متحده از والدینشان جدا ساخته شده بودند، دوباره به فامیل‌هایشان پیوستند. مردم ما واقعا کار خوبی را در قسمت رسیدگی به وضعیت بسیار دشوار انجام می‌دهند. این مشکلی است که باید سالها قبل حل می‌شد. تغییر در پالیسی از جانب رئیس جمهور مورد ستایش متحدینش در کنگره قرار گرفت. بیایید فامیل‌ها را با هم یک جا نگه داریم، اما نگذاریم به صورت غیر عمدی پالیسی‌های نادرست دوباره تطبیق گردد که به مثابه عاملی برای جذب مهاجرین غیر قانونی بیشتر گردد. در این زمان دموکرات‌ها با انتقاد از پالیسی عدم تحمل رئیس جمهور ترامپ ادامه دادند. این به معنای آن است افرادی که با اطفال خود از خشونت و تهدید مرگ فرار کرده اند و به سرحد آمده اند با هر نوع تخطی ممکن قانونی آنها را متهم ساخت. هیچ نیازی برای پیگرد قانونی آنها با حیث مجرمین وجود ندارد. در همین حال الیزابت وارن سناتور دموکرات روز یکشنبه از توقیفگاه مهاجرین در ایالت تکساس دیدن نمود و گفت آنچه را او دید ناراحت کننده بود. من همین حالا از یک توقیفگاه برگشتم. تصویر ناراحت کننده بود. اطفال تنها هستند. یک طفل 6 ماهه را دیدم. دختران و پسران کوچک را دیدم. مادران با اطفالشان در آنجا بودند. سناتور وارن گفت این وضعیت مطابق ارزش کشور ما نیست. ما مردمی هستیم که به ارزش هر انسان باور داریم. آقای ترامپ روز یکشنبه کسانی را که از مکزیکو داخل خاک آمریکا می‌گردند با تجاوزگران مقایسه نمود و گفت که به صورت فوری بدون حضور در برابر قاضی باید به کشورشان برگردانده شوند. نجیبه خلیل، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن. مقام‌های محلی در ولایت بامیان می‌گویند که میزان سیاحت و بازدید از پارک‌های بند امیر در 3 ماه اول امسال افزایش یافته است. این روزها هزاران سیاح داخلی از ولایات مختلف کشور برای بازدید به بند امیر رفتند. مقام‌های محلی بامیان یکی از دلایل افزایش سیاحان داخلی را اعلام آتش‌بس از سوی طالبان و دولت افغانستان در روزهای عید فطر بیان کردند. ظفر بامیانی در این باره گزارش می‌دهد. با گرم شدن هوا و آغاز فصل تابستان، هزاران سیاح داخلی از ولایات مختلف کشور برای سیاحت به پارک ملی بند امیر در بامیان سفر کردند. بند امیر در بامیان که دارای 7 بند آب طبیعی است، یکی از مقاصد مهم سیاحتی برای گردشگران داخلی و خارجی در کشور محسوب می شود. مسئولان پارک ملی بند امیر می گویند که در 3 ماه اول امسال بیش از 34,000 نفر از ولایات کندهار، کابل، هلمند، هرات و بلخ از پارک ملی بند امیر دیدن کردند. تعداد بازدیدکننده ها امسال نسبت به سالهای قبل بسیار خوب است. خصوصا از ماه مبارک رمضان به این طرف تعداد بازدیدکننده ها بسیار بسیار زیاد است. و دیگر سهولت هایی که برای بازدیدکننده ها فراهم است، از جمله پیاده راه ها به صورت سنگفرش و پخته است. دیگر صاحبان های بسیار خوب ایجاد شده به خاطر سهولت ها. دیگر امنیت و آرامی است. مسافرین میتونه، بازدیدکننده ها میتونه بسیار با فضای امن و آرام در اینجا سپری کنه.
با آنکه ناامنی در مسیرهای مواصلاتی بامیان کابل و نبود پروازهای تجارتی یکی از چالش‌های عمده سیاحان داخلی و خارجی در این ولایت محسوب می‌شود، اما آمار گردشگران داخلی در سال‌های اخیر در بامیان رو به افزایش است. بر اساس آمارها در یک هفته اخیر بیش از 20,000 سیاح داخلی از بند امیر دیدن کرده و بیش از 2,000 سیاح دیگر از ساحات آبدات تاریخی این ولایت بازدید کردند. بار اول ما از که آمدم بند امیر لذت بردم از تفریحگاهش، بسیار خوب تفریحگاه داره و سابق اندوالای ما آمده بود و که دیدن گفت را خراب بود، آل را سهولت داد، خوب شده، سرکا کلگی پخته شده و سهولت زیاد شده بود. شاید دیگه ولایت مثلا کابل اگر ما در بند قرقه اینجا بارم خیلی زیاد مورد اذیت آزار قرار میکریم و فامیل ها نمیتونن اونچه آزادانه به شکل آزادانه تفریح بکنن، ولی بند امیر از لحاظ امنیت خیلی جای تفریحی خوب هسته و فامیل ها به خصوص مثلا دختر خانوم ها میتونن به شکل آزادانه و بیان به شکل تفریح بکنن و خوش بگذارن. دیر و گردیدلو دیر سهولتی خصوصاً دیر پیغام دیر خوندور زایی دقیقه بند امیر ولی او گردیدلو کم مشکل مفتاب ندیره کردی. کمبود امکانات در سالهای گذشته یکی از چالش‌های عمده سیاحین در بند امیر بود، اما مقام‌ها می‌گویند که امسال سهولت‌های بیشتری برای پذیرایی از سیاحان در پارک ملی بند امیر فراهم شده است. مقام‌ها می‌گویند که ده‌ها اتاق رهایشی، رستوران‌هایی که غذاهای محلی برای سیاحین عرضه می‌کنند، از دیگر سهولت‌های ایجاد شده برای سیاحین است. قرار است امسال 3 جشنواره بزرگ فرهنگی و هنری و یک سمپوزیوم فرهنگی در بامیان راه اندازی شود تا سیاحان بیشتر به بامیان سفر نمایند. ظفر بامیانی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، بامیان. و در این بخش برنامه به نظریات بیننده ها در صفحه فیسبوک صدای آمریکا که برنامه را به طور زنده تماشا میکنند میپردازیم. همکارم ژیلا نوری نظریات شما را مرور کرده و در استودیو با ماست. ژیلا جان، پاسخ بیننده ها در پرسش امروز ما چی بوده؟ ژیلا جان سلام خدمت شما و خدمت دوستایی که برنامه را به طور زنده در فیسبوک و یوتیوب صدای آمریکا تماشا میکنین. در پاسخ به پرسش برنامه امروز ما یکی از بیننده ها برنامه محمد هاجر چنین نظر داده: دلایل ناکامی تلاش ها در محوه تولید و قاچاق مواد مخدر، دست داشتن اعضای بلندپای حکومت در تولید مواد مخدر، حمایت و همکاری قماندانان محلی با زارین، موجودیت فساد در اداره دولتی و عدم موجودیت اراده قاطع برای نابودی محوه مخدر میباشد. بیننده دیگه با نام سید رحمان سعید چنین نظر داده: بخاطر که در خارج بازار گرم فروش مواد مخدر وجود دارد، در داخل در مناطق تحت کنترل طالبان تولید و قاچاق مواد مخدر منبع عواید آنها میباشد. تولید مواد مخدر از حمایت خارجی و داخلی برخوردار است. اما در میان گزارش‌های صدای آمریکا که در صفحات اجتماعی بیشتر منعکس شده، گزارشی در مورد اهدای جایزه آزادی شورای اتلانتیک به آریانا سعید به خاطر تلاش‌های او برای زنان افغان است. این گزارش در صفحات فیسبوک و وبسایت دری صدای آمریکا پرخواننده بود. اما در میان سایر موضوعاتی که در رسانه‌های اجتماعی انعکاس یافته، موضوع جمع‌آوری پول از طریق فیسبوک است. یک خانواده آمریکایی در تگزاس تصمیم گرفته برای کمک برای حداقل یک خانواده پناهجو در سرحد آمریکا در تگزاس از طریق فیسبوک پول جمع‌آوری کنه، اما این کمپین از اونها به بیشتر از 20 میلیون دلار رسید. اکنون بنیاد رئیسس با استخدام وکلای مهاجرت می‌خواهند که خانواده‌ها را در سرحد کمک کنند. این بود مرور کوتاه بر برخی از موضوعات جالب رسانه‌های اجتماعی در یوتیوب و میتونید برنامه ما در یوتیوب صدای آمریکا گزارش‌ها و برنامه ما دنبال کنین. آدرس ما رو یادداشت کنین: youtube.com/voafghanistan. داری وقت میلیون ها نفر هر روز با هیجان کار می‌کنند، چه در مزرعه و یا در دفتر، چه در جاده ها یا در سرحد و سنگر، در استادیوم و یا هم در سطح جهان. اگر به دلیل کمبود وقت نمیتوان قصه این همه افغان ها را که مشتاق حرکت به پیش هستند به تصویر کشید، پس چرا یک مشت کوچک مردم این تصویر را به جهان میدهد؟ به هدف نزدیکیم، اما هنوز به آن نرسیدیم. باید بیشتر بکوشیم. برای رسیدن به هدف با ما همراه باشید. تنها با تلویزیون آشنا
صدای آمریکا. بخش دری برنامه در همین جا به پایان می‌رسد و همکارم احمد شکیب دوست با بخش خبر پشتو میزبان شما در نیم ساعت بعدی خواهد بود. آقای دوست سلام، امروز برای بیننده‌های ما چی تدارک دیدین؟ سلام یالا جان، تاسو ته درنو لیدونکو ته موږ په دې خبری ټولګه کې د ترکیه پر انتخاباتو او د افغانستان په تړاو د امریکا د دفاع وزیر پر تازه څرګندونو مهم